اسم رب الحسین. وصبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقطاب المطيات تلفه وجوههم حر الهاجرات يساقون في البراري والفلوات أيديهم مقلولة إلى الأعناق يطاف بهم في الأسواق فالويل للعصاة الفساق. حسین این روزها کاروانی از سلاله پاک نبی در حال نزدیک شدن به شهر شام است، اما چرا مانند اسرا؟ نگاه کن، تمام کفر دور آنان حلقه زد. انگار شیطان محاصرشان کرده که این گونه به قل و زنجیرشان کشیده، با تحقیر و تازیانه آنان را پیش می‌برد. کودکان با ضرب تازیانه و کعب و نی و سیلی به زمین می‌خورند و بلند می‌شوند. الامان از مردمانی که دست پرورده یزید و معاویه اند. آه خدایا، چه کربلایی در چشمان شوم شام خفته است که علمدار را بیش از پیش بر روی نی بیقرار و بیتاب کرده است. بعد از چند ساعت توقف، کاروان را با خشونت راه می اندازند و به سمت دروازه جیران پیش می برند. التهاب و استراب در بین کاروانیان ریشه دوانیده. عمه ای که نه تنها قافل سالار کاروان که مایه آرامش و صبر قافل است، حالا پریشان و مضطر مصیبت شام است. امام سجاد با تن تبدار نگاه مضطر عمه را دنبال می کند، علمدار قامت خمیده خیش را. با تمام مظلومیت ها و بی کسی هایش زمین زیر هیبت حیدری گام هایش می لرزد. جای پیشانی شکسته شده از چوبه محمل هنوز هم از زیر مقنعه و معجرش پیداست. امام هم مانند او و سپاه کودکانش زیر لب آیه امیجیب میخواند. خدا، بزرگی این مصیبت تا چه اندازه ایست که امام سجاد سه مرتبه از این شهر امان میخواهد. امان می خواهد.
اجابت کننده استراب عمه، منتقم هم در این مصیبت به جای سرشک خون جگر گریه می کند. 500,000 مرد و زن شامی با دف و تنبور و طبل و دهل، پای کوبان و دستفشان به استقبال کاروان می آیند. هان ای عزادارترین کاروان تاریخ، این عجیبترین استقبال تاریخ است تا امضا کند قربت و مظلومیت آل علی را. شهر یک پارچه غرق شادی و مستی است، مغنیان و مطربان به رقص و پایکوبی مشغولند، حجاب ها برداشته شده است، دختران و زنان بی پوشش در ملاء عام میچرخند، پارچه های زرنگار و پرده های دیبا همه شهر را پر کرده است. آه، هر که با هرچه توانسته کوچه و محله و خیابان را آذین بسته، جا به جا پرچم افراشته اند و قدم به قدم نقل بر سر مردم می پاشند. بانو زینب با دیدن این صحنه سرشان را به سمت نیزه امام حسین بر می گردند. چشمانی که از کوفه تا شام به کاروان می نگریست و با بانو حرف ها می زد. تا نگاه بانو به چشمان برادر می افتد، امام حسین چشمان مبارکشان را می بندد. شاید، یعنی خدا، دیگر طاقت ندارم این همه رقاص و ساز و شراب خار را گرد حرم خیش ببینم. یعنی خواهرم، شرمنده ام که تو در گهواره به خاطر من چشم به جهان گشودی. خدایا اسم این صحنه هولناک را قیامت نمیگذارم، محشر هم نمیگویم، مگر نه این که گاه ورود حضرت فاطمه به محشر منادی فریاد میکشد ای اهل محشر، نکسو رؤوسکم، سرهاتان را پایین کنید، قضو ابصارکم، چشمهاتان را ببندید، چه خبر است؟ فاطمه دختر رسول الله به محشر می آید. و اینجا اینان دختران فاطمه هستند که باید سنگینی نگاه این همه نامحرم کوچه و بازار را به دوش بکشند. عمه جان، پس ما عزاداران شرمنده از زنده بودنمان هستیم، در گوشه ای از خلوت خیش می نشینیم، چراغها را خاموش می کنیم تا روی گناهکارم را نبینیم، خودمان آنقدر برایتان گریه می کنیم، ناله و زجه می زنیم که دیگر صدای هل هله و دف و سازشان قلب داغدارتان را آزار ندهد.